سلام دوستان، خوشحالم دوباره میبینمتون. به کانال خودتون بهنام بی ام خوش اومدید. امروز میخوام راجع به قوانین کلاس کیوکوشین کاراته براتون بگم. قانون اول، هنرجو به محض ورود به کلاس باید با همه مبارزه کنه و اگر تونست همه رو ببره اون موقع میتونه وارد کلاس بشه. چجوری؟ اینجوری. نه این فقط یه شوخی بود، نرید اینجوری وارد کلاسین بعد بگیم بهنام بیه مینو من گفته. همه میدونیم کاراته از ژاپن اومده و برای ژاپنی ها مهمترین چیز احترامه. دقیقاً اوس. به محض ورود به کلاس باید دوبار اوس گفت، یک بار به کلاس و یک بار به حاضرین کلاس. قانون شماره 2، هنرجویان باید لباس کاراته خود را تمیز نگه دارند و اگر پارگی روی لباس بوده باید آن را تعمیر کرده و با لباس پاره یا نامناسب وارد کلاس نشوند. در خدا اجازه بده بیام دخدم بکنم. نه، لباست پاره است، برو خونه. پس باید توجه کرد که لوازم و لباس نامناسب بیانگر بی‌توجهی هنرجو به سایر هنرجویان و دوجو تلقی می شود. قانون شماره 3، هنرجویان میبایست به موقع و سر وقت در کلاس حضور پیدا کنند. کسانی که با تأخیر وارد کلاس میشوند پس از ادای احترام به حالت سیزا سر پایین و چشمها را بسته مینشینند و منتظر فرمان دعوت مربی به کلاس میشوند. هنرجو پس از دریافت اجازه از سوی مربی به همان حالت نشسته عذر میدهد و یا حتی میتواند به جای کلمه عذر از جمله شیتسوری شیماسو استفاده کند، یعنی از این که نظم کلاس رو به هم زدم عذرخواهی میکنم. شیتسوری شیماسو ببخش آقا، من دیر اومدم. چه داره میگی؟ تو برای اولت که نیست که دیر اومدی. ببخش آقا، ببخش دستم جرمیگم. قانون شماره 4، در هنگام تمرین دوگی یا همون لباس کاراته خود را حرکت ندید و جابجا نکنید. در هر زمانی از تمرین اگر تصمیم گرفتید که لباس خود را مرتب کنید این کار باید پشت به کلاس و خیلی آرام و سریع انجام شود. قانون شماره 5، همانطور که گفتم مهمترین امر در کارات احترامه و همین دلیل به درجات بالاتر و اعضای قدیمی باید احترام گذاشته شود. هنگامی که ارشد یا کمربند سیاه وارد کلاس می شود همه هنرجویان ایستاده و اوس می دهند. و قانون شماره 6، هنگامی که هنرجویان به هم دست می‌دهند می‌بایست برای نشان دادن اعتماد و تواضع و فروتنی از هر دو دست استفاده کنند و اوس بگویند. خصوصا در برخورد با درجات بالاتر باید این امر رعایت شود. البته امیدوارم که اساتید کاراته ما مثل این استاد خشن و بی‌جنبه نباشند. خب دوستان، امیدوارم تا اینجا از برنامه خوشتون اومده باشه. بخش اول قوانین کلاس کیوکوشین کاراته رو به اتمامه و منتظر بخش دوم در آینده باشید. و اگر تا الان کانال منو لایک یا سابسکرایب نکردین حتما همین الان لایک و سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو برای من کامنت کنید.
Okay, Zim, tell him, go.